کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی از درود و سلام و احترام خدمت یکایی که شما بینندگان گرامی، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های بازشناسی باورها با محوریت تحلیلی از زندگانی سیاسی علی ابن ابی طالب در خدمت شما هستیم. خب امروز دومین روز از ماه اپریل یا آوریل و 22 روز از ماه رمضان 14 فروردین مجموعه برنامه هایی رو آغاز کردیم و امیدوار بودیم که بتونیم یک تحلیلی از زندگانی علی ابن ابی طالب به دست بدیم. امیدوارم در درسته برنامه آینده که مجموعاً بشه 15 برنامه، نگاهی به اندازه خودش جامع نسبت به زندگانی سیاسی علی ابن ابی طالب ارائه کرده باشه و این مجموعه در بایگانی تلویزیون پارس بماند، شاید برای آیندگان هم بتونه مفید واقع بشه. خب ما در مورد زندگانی علی ابن ابی طالب به بحث جمل رسیدیم، جایی که در درون یک اندیشه سیاسی همکیش کشی یا به نوعی مسلمان کشی هم موجه شد به عنوان کسانی که منحرف شدن از بیعت. حتی آن افراد جزء ستونهای برپا کننده اسلام بودند، مثل طلحه، زبیر و عایشه. در داستان جمل واقع دیگری هم رخ میده که اهمیت داره. اهمیتش از آنجاست که بعدها در صفین وقتی عمرو بن عاص قرآن بر سر نیزه کرد یا قرآن رو حکم قرار داد، بسیاری از شیعیان مدعی شدند که او دست به خدعه زده و این حیله و فریبه. اما امروز نشان خواهیم داد که ابتدا این علی ابن ابی طالب بود که قرآن رو به عنوان حکم در نظر گرفت و در جنگ جمل سعی کرد دو طرف که هر دو مسلمان بودن رو به قرآن ارجاع بده. ابن عصم کوفی در الفتوح خود این گونه آورده که علی در جنگ جمل با یاران خودش داره صحبت کن: ای مردمان، کدام کس از شما این مصحف را از من فرا می ستاند و پیش این قوم می رود و ایشان را به اوامر و نواهی که در قرآن نوشته است می خواند؟ یعنی علی ابن ابی طالب مدعی است که بیاییم به این قرآن نگاه بکنیم، ببینیم چه امر کرده چه نهی کرده. خب مهمترین بخش اینه که آیه 33 اسراء در همین قرآنه که اشاره میکنه که برای کسانی که مقتول شدن، اولیاء دم اونها حق قصاص دارن، که قصاص هم در آیات سوره بقره به رسمیت شناخته شده. خب شما اگر میخواستید به قرآن عمل کنید، بارها در مدینه همین طلحه و زبیر و دیگران اشاره کردن، وارثین عثمان اشاره کردن که چرا حکم خدا رو معطل کردید. حالا ایشون آمده قرآن رو میاره، میگه که بیاییم به قرآن عمل کنیم. غلامی از مجاشه نام او مسلم پیش آمد و گفت: ای امیر المومنین، من بدین کار قیام نمایم. بعد ادامه میده که قرآن رو برد جلو و او رو با تیر زدم. در صفحه 429 ابن عصم کوفی رو آورد. همین مطلب از توی بسیان هم رخ داد، اونا هم کعب ابن سور غازی آمد و ارجاع داد به قرآن. بنابراین مسئله بر سر این نیست که ابن عاص خدعه کرد، نه، این یک روشی بود که در اون زمان هم علی و هم دیگران سعی کردن از اون استفاده کنن. سید جعفر شهیدی هم همین مسئله را آورده، چون کوتاس من میخونم: علی علیه السلام قرآنی را برداشت و یاران خود را گفت: چه کسی این قرآن را میبرد؟ و لشکریان بصره را بدان سوگند میدن. صفحه 104. پس یک تاکتیکی بود در اون زمان که سعی کنن وقتی میخوان جنگی رخ بده بین اونها فصل الخطاب باشه و
و این خدعه امرواس نیست، این دروغی است که آخوندهای شیعه بر سر اون سعی میکنن دستاویزی بجویند، در حالی که خب خود علی قرآن رو تعطیل کرد پایه 33 اسراء. از این مسئله وقتی بیرون بیایم، جنگ جمل یک برنده داشت و آن معاویه بود، کسی که در جنگ شرکت نکرد اما برنده جنگ بود. دلایل چیست؟ درسته که جنگ رو به شکل عینی علی پیروز شد و بین 10 تا 15 هزار نفر کشته شد، اما مسئله بر سر اینه که نخست معاویه نشان داد که علی به قاتلین عثمان پناه داده، یعنی عملا نیروهای قاتل عثمان در رکاب علی هست. دومین مسئله که معاویه اون رو دستاویز قرار داد این بود که علی نه تنها قاتلین رو قصاص نکرده پناه داده، بلکه صحابیان بزرگی مثل طلحه و زبیر رو هم کشته. پس کسانی که مدعی هستن علی در قتل عثمان نقشی نداره، اینجا باید ببینن چگونه او بنابر اون نگاهی که به حکومت و بیعت داره تونسته طلحه و زبیر رو هم بکشه. پس کسی که میتونه دو صحابه بزرگ پیامبر رو هم بکشه، طبیعیه که نسبت به کشته شدن دیگر صحابی پیامبر هم نگاه بدی نداشته باشه یا مخالفتی نداشته باشه. و چه بر سر ام المؤمنین آورده؟ اینا همه اسباب نزاست، نمیشه به سادگی از اون گذشت. دیگر بهانه‌ای هم که برای معاویه اهمیت پیدا کرد اختلاف بصریان و کوفیان بود. یه مقدمه کوتاهی عرض کنم شاید مهم باشه. زمانی که فتوحات اسلامی آغاز شد، این قبایل یمنی وقتی آمدن غالبا به دو دسته تقسیم شدند. بخشهایی به شامات رفتن که در اونجا به جنگن، رؤسای اونها مثل یزید ابن ابی سفیان، شرحبیل ابن حسنه و خالد ابن ولید و اینا بودن. یزید ابن ابی سفیان برادر معاویه است، در واقع معاویه بعد از فوت یزید، نه پسرش، برادرش، جانشین او شد از زمان عمر. اینو فرماندهان دیگر هم داشت، ابو عبیده جراح بود، خالد ابن ولید بود و گروه های دیگر. بخش دیگر آمدن به کوفه، یعنی مثلا شما اگر نگاه بکنید برخی از قبایل مثل بجیله دو قسمت شدن، یه گروه آمدن به عراق، دیگری رفتن به شام. مثل عمده اینجا اینه که وقتی شما نیروهای عراقی داشتید که با شام رقابت هم داشتن، حالا در جنگ جمل بین نیروهای عراقی که بخشش در پادگانهای بصره بودن، بخشش در پادگانهای کوفه، دچار اختلاف شد و این برادرکشی ها اسباب نزاع در آینده شد. دیگه بین اونها آشتی برقرار نشد. علی زمانی که میخواست مدینه رو ترک کنه، عده از افراد مثل ابو ایوب انصاری و دیگران به او گفتن که مدفن النبی رو ترک نکن، در مدینه بمان. اما علی گفت اموال و مردم در عراق هستن، یعنی من تو مدینه کسی رو ندارم، به همین دلیل باید برم به سمت عراق، در اونجا هست که هم نیروی جنگی وجود داره و هم خراج خوبی گرفته میشه که خب از ایران و جاهای دیگه بود، تا من بتونم سپاه تجهیز بکنم. حالا علی وقتی میاد در جنگ جمل شرکت میکنه، بین نیروهای عراقی دچار اختلاف میشه، یعنی بصریانی که در جنگ جمل شکست خوردن، کوفیانی که پیروز شدن، و در نتیجه این نزاع‌ها سر و شکلی به خودش میگیره که بعداً معاویه از اون بهره میبره، استفاده میکنه. یکی از اونها رو هم شما دیدید، برگزیده شدن ابو موسی اشعری است. یعنی کوفیانی که نپذیرفتن مالک اشتر حکم باشه، نپذیرفتن عبدالله ابن عباس حکم باشه، ریشانش در اینجاست. یعنی کسی که میگه کوفیان بی وفا هستن، از این تعابیری که شما دیدید در فلسفه سیاسی خودمون هم هست. چرا انقلاب شد؟ چون انگلیسی ها نخواست. چرا فلان شد؟ همینجور ساده و دم دستی یک پرسشی رو پاسخ میدن. اون موقع هم وجود داره، یعنی شما به یک آخوند و مرجع تقلید شیعه بگید چرا، خیلی راحت، الکوفی و لایوف، کوفی وفا نداره. در حالی که تحلیل مسائل سیاسی نیازمند یک اشراف عمیقی به مسائل مختلف مناسبات اجتماعی است. خب حالا علی با این وضعیت
داره وارد کوفه میشه. خب کوفه چه جایی است؟ یعنی تا زمانی که در مدینه یا مکه هست، منطقه بسیار کوچک، قبایل متحد، گروه هایی که در اون زمان ویژگی هاشون شبیه هم بوده و نزاعی هم رخ نمیداد. اما کوفه از سال 17 هم که تأسیس میشه، ساخته میشه توسط سعد بن ابی وقاص، گروه های مختلف قبایلی عرب رو داره سازماندهی میکنه. هر قبیله بخشی رو در اختیار داره. حتی ایرانیانی که بعد از نابودی مدائن و مناطق دیگر آمدن به کوفه، در اونجا ساکن شدن. یک مخلوطی از نیروهای مختلف با عقاید مختلف با رقابتهای قبایلی در اونجا وجود داره. در کنار این مسئله، علی با دشواری هایی که از جمل آمده میخواد بیاد در کوفه حکومت بکنه. از همان زمان، یعنی بعد از جنگ جمل، اختلافات عقیدتی داره شکل میگیره بر سر تقسیم غنیمت. یعنی عده‌ای حتی آمدن که حتی نطفه خوارج اینجا زده شد. عده‌ای آمدن و گفتن که خب حالا ما این افراد رو کشتیم، اموالشون رو باید به ما بدی، زن و بچهش رو به ما بدی و این داستان ها. علی اشاره کرد که نخیر، شما هیچ حقی نسبت به زن و بچه اونا ندارید، همینایی که در میدان جنگ هست رو میتونید بردارید، و البته بیت المال که علی بین یاران خودش تقسیم کرد. در اونجا عده‌ای اعتراض کردن، گفتن چگونه جان اینها بر ما حلاله اما مالشون حلال نیست. یعنی به علی این تذکر و توجه و تنبه رو دادن که ظاهرا خودت نمیدونی داری چی میگی، ما رو آوردی گفتی اینا مهدور و دمن، باید کشته بشن، جان که به طریق اولا اهمیت داره، ما اونا رو کشتیم، حالا اموالشون رو میگی مال ما نیست. از همونجا عده‌ای احساس کردن که علی در برداشت‌های فقهی خودش دچار تزلزله، با اون مبنا و معیارها تطبیق نمی‌کنه دیدگاهش. هرچند جنگ مسلمان کشید حالا رخ نداده بود، خیلی از فقهای سنی هم اساسا به این مسئله اشاره کردن، شافعی و دیگران گفتن اگر علی نبود ما احکام جنگ با باقی رو نمی‌شناختیم. یعنی او بود که مسلمان کشی رو راه انداخت، ما از قبل رفتار او یاد گرفتیم که با اسرا چه کار بکنیم، با اموال و غنایم چه کار بکنیم، چگونه با اونها بجنگیم، چون قبل از اون سابقه نداشت. بنابراین اینها همه مشکلات بزرگی بود که ایجاد شد. حالا محیط کوفه چگونه محیطی است؟ بخشی از محیط کوفه طرفداران عثمانه، یعنی کسانی که در این داستان حق رو به جانب عثمان داد که ما نمونه هاش رو دیدیم. گروه دوم کسانی بودن که گوشه نشستن، یعنی گفتن نه ما میدونیم حق با عثمان بوده، او مظلوم کشته شده، نه میدونیم حق با علی و یارانشه. چرای شاخصشون هم شاگردان مثلا عبدالله ابن مسعود هم که یکی از بزرگترین صحابیان محمد و قاریان قرآن بود. یکیش هم ابو موسی اشعری بود که خواندیم در گذشته. او هم معتقد بود این فتنه است، در فتنه کسی که مینشینه بهتر از کسی که ایستاده، کسی هم که ایستاده بهتر از کسی است که میرود، بنابراین بهتر سر جاتون بشین. خب اینا گروه دوم بود. گروه سوم کسانی بودن که طرفداران علی بودن، اما خود علی در کوفه ناشناخته بود. بذارید من یک سندی رو از آقای رسول جعفریان بخونم، جایی که ایشون به همین مسئله اشاره میکنه. زندگی امام در انزوای مدینه سبب شد تا آن حضرت ناشناخته باقی بماند. زمان به سرعت می‌گذشت و امام تنها در مدینه، آن هم در میان چهره‌های قدیمی صحابه، چهره آشنا بود. یعنی این که بعضی از این آخوندها میگن مردم هجوم آوردن علی رو خواستند و اینا، دروغه، چون علی در عراق ناشناخته بود. بعد از فوت پیامبر اسلام دیگه ابوبکر آمد و عمر و عثمان، دیگه 20 و اندی سال گذشت، علی هم محدود شده بود در همون حیطه مشاوران خلیفه و کاری هم نمی‌کرد. خب کسی اون نمی‌شناخت، همه قبایل یمنی بودن،
فرماندهان جهادگر خودشون رو میشناختن، علی رو کسی نمیشناخت. این نقل قول آقای دکتر رسول جعفریان کاملا درسته، منطقی هم هست. اما کوفیان، حالا ادامه میده بحث رو، بعد من تشریح خواهم کرد این مسئله در کجاست. اما در عراق و شام کسی امام را نمیشناخت، تنها برخی قبایل یمنی که از زمان سفر شش ماهه امام به یمن، که اینا مربوط به سال 19 که من در داستان غدیر عرض کردم این مسئله رو، آن حضرت را دیده بودند با وی آشنایی داشتند. جندب ابن عبدالله میگوید زمانی پس از بیعت با عثمان به عراق رفتم، در آنجا برای مردم فضائل علی را نقل میکردم. بهترین پاسخی که از مردم میشنیدم این بود که این حرفها را کنار بگذار، به چیزی فکر کن که نفعی برایت داشته باشد. من گفتم این مطالب چیزهایی است که برای هر دوی ما سودمند است، اما طرف برمیخواست و میرفت. در صفحه 206 و 207، یعنی مقصود این است که آقای جعفریان داره اشاره میکنه به یک نکته بسیار مهم، و آن اینکه شما وقتی کسی رو نمیشناسی طبیعیه اون جنبه تقدس دیگه معنا نداره، که شما فکر کنید چرا مردم کوفه بعدها سعی کردن در برابر خطاهای علی سکوت نکنن، او رو به نقد بکشن. او داره به جاهت و اتوریته خاص نبود، اینو باید ایجاد میکنه. خب من چه این عرض کردم؟ میخوام بگم محیط کوفه یک محیطی چند وجهیه با قبایل مختلف و گروه های مختلف. شما اگر فرمانده لایقی نباشید نمیتونید اون محیط متکثر و متنوع رو بتونید اداره بکنید. جمعه مدینه نیست، شما یک کت خدای ده و مردمی داره، معمولا عقایدشون یکیه، فرهنگشون یکیه، آداب و رسومشون یکیه، طریقه خویشاوندیشون یکیه. وقتی یک کت خدایی دارن به هر حال سکوت میکنن، اما همون کت خدا رو ببرید در یک شهری مثل تهران یا ببرید در یک استان مسئولیت بدید، اونجا دیگه تعارض فرهنگی رخ میده، نگاه های متنوع سیاسی رخ میده. شما اگر فرمانده لایقی نباشید نمیتونید اون جامعه رو اداره بکنید. اینجاست که ارزش کار بعضی از این خلفا مشخصه، که چطور تونستن یک جامعه متکثر رو سازماندهی بکنن. مثلا معاویه در عصر علی یکی از اوناست، شام هم همین گونه بود، اما معاویه توانست اونجا رو به نحوی سازماندهی بکنه که کسی یارای مخالفت نداشته باشه. خب علی با این وضعیت وارد کوفه شده، اما روش اون چه روشی است؟ از اینجا من امیدوارم عزیزان خیلی دقت کنن، چون وارد یک فضایی میشیم که میخوایم نشان بدیم حکومتی مبتنی بر ترور یعنی وحشت در درون کوفه ایجاد میشه، یعنی جایی که باید نرمی به کار بره علی ابن ابی طالب در صدد خشونت بی حد و عصر. خب ابن عبدالحدید آورده که وقتی علی وارد کوفه شد شروع میکنه به سخنرانی. اولین سخنرانیش با تهدید آغاز میشه. ایشون از قول نصر ابن مزاحم منقری آورده در کتاب عقد الصفین، هر دوشون هم شیعه هست، یعنی ما از منابع اهل سنت اصلا استفاده نکردیم، از منابع بزرگانی که یا شیعه هستن چه متقدمین چه متأخرین، و یا کسانی که محب و دوست علی هن، علی رو دوست دارن، مثل ابن عبدالحدید و دیگه. علی داره برای مردم کوفه سخنرانی. هان مردانی از شما از یاری من نشستن که من توبیخ کننده و رام کننده آنانم، پس به آنان دشنام دهید و آنچه را ناپسند می دارند به گوش آنان برسانید. یعنی میگه اینایی که با من همراه نشدن در جنگ جمل، چون عرض کردیم یه ده تشکیک کردم که حق با علیس یا طلحه و زبیر، اونا هم آدم هایی بودن که دلیل واسه خودشون داشتن. علی میگه برید اونو فحش بدید، دشنام بدید،
چیزای بد بگید تا شما را خوشنود کند و بدان در پراکندگی ها حزب خدا شناخته شود. یعنی حزب الله اینجوری کار میکنه. پس مالک ابن حبیب یربوعی که سرکرده نگهبانان او بود برخواست و گفت به خدا سوگند که به نظرم دشنام و شنوانیدن ناسزا برای آنان کم است. به خدا سوگند اگر ما را فرماندهی آنان را میکشیم. در این حال علی علیه السلام گفت منزه است خدا، ای مالک از حد تجاوز کردی و از اندوه و از اندازه فراتر رفتی و در خصومت غرق شدی. گفت ای امیر مؤمنان، در کاری که عهده‌دار آنی برخی ستمها از نرمخویی با دشمنان کارسازتر است. اینا یاران اون آقا، یعنی علی وارد فضای کوفه شده، میگه کاری بکنیم که مردم حساب کار دستشون بیاد. برید در مورد اونایی که نیومدن بدگویی بکنید، بگید اینا اهل نفاقن، اهل دروییان، سست عنصرن، دیدید دیگه خواص بی بصیرتن، چون با ما نیستن. سرکرده نگهبانانش گفت آقا اینی که شما گفتی خیلی کمه، بذار گردنشون رو بزنیم. علی میگه نه، همینقدر فعلا بس. حالا ادامه میدیم داستان رو، ببینید چه جوی در کوفه بوده. اینا رو میخونیم برای عزیزانی که میخوان حکومت علوی رو احیا بکنه یا میخواستن احیا بکنه، که البته هم احیا کردم در سال 57. شیخ مفید در کتاب ارشاد، نام از اعاظم شیعه هستن، یعنی شما فکر نکنید ما از اسنادی میخونیم که وجاهتی نداره. شیخ مفید در مورد همین مسئله اشاره میکنه. عده‌ای هم از مردان شما از یاری ما دست برداشتند و مرا از خود ناراحت نمودند. اینک شما هم از آنان دوری کنید و با سخنان ناروا با آنها گفتگو نمایید تا از فعل خود شرمنده شده به ما توجه کنند و ما آنچه را از آنها انتظار داشتیم از ایشان مشاهده کنیم. یعنی یک جو ارعابی رو را بندازیم که کسی یارای مخالفت با ما نکنه. همین شیخ مفید در کتاب اعمالی خودش آورد. اعمالی کتابهایی هستن که اون شیخ یا اون بزرگ میگه دیگران مینویسن، یعنی کسی املا میکنه دیگری انشا میکنه. به این کتابا میگفتن اعمالی، یعنی مجالس درسی بوده. اکثر بزرگان شیعه یا اهل سنت هم این کتابا دارن، شیخ صدوق هم داره و دیگران طوسی و دیگران هم دارن. بس اعمالی به معنای املا کردنه. من میگم شما مثلا درس گفتار، من میگم شما می نویسید، این میشه اعمال. حالا یک روایت دیدم مجلس 15 هم آورده همین مسئله است. همانا مردانی چند از شما دست از یاری من برداشتند که من این کار زشت را بر آنان خورده می گیرم و آنان را مورد ملامت و سرزنش قرار می دهم. شما نیز به آنان بد بگویید و سخنان زنندهی به گوششان برسانید تا به جلب رضایت ما تن دهند و یا کاری که مورد خوشنودی ماست از آنان مشاهده کنیم. دیدید زمانی که بحث جنبش و قیام مهسا آغاز شد، خب بعضی از افراد آمدن به صف انقلابیون. حالا انقلابیون هم پشت طیف متفاوتی است از اخر. یکی از اونها یکی از این روحانیون اهل سنت بود به نام آقای مولوی عبدالحمید. شون آمد به شروع کرد به نقد حکومت و رفتارش. علی خامنه ای نگفت برید رو بکشید، گفت برید بیابروش کنید. در گذشته هم همین کار رو رژیم ها انجام میدن. رژیم های ترور کارشون اینه. ترور به معنای کشتن فقط نیست، معنای وحشت. یعنی من حکومت علی ابن ابی طالب رو حکومت ترور میدانم. حکومت پیامبر اسلام حکومت تروره. یعنی کسی در اون فضا حق نداره حرفی بزنه، یا شما فضا رو به نحوی میکنید که کسی یارای حرف زدن نداشته باشه. نه اینکه به این مردم رو بکشید، نه، جمهوری اسلامی مردم رو نمیکشید، مگر اینکه مردم وارد فضای نقد بشن، وارد فضایی بشن که رژیم رو خطرناک میدونه. تمام رژیم های استبدادی حکومت های ترورن. الزاما حکومت ترور رفتی به دین نداره ها.
شوروی کمونیستی حکومت ترور بود، اما دینی نه، یه ایدئولوژی داشت. هر کسی بر علیه اون ایدئولوژی صحبت میکرد میگفت اون بر علیه پرولتاریاست، او به دنبال تثبیت امپریالیسم و نظام سرمایه‌داری، او باید حذف شه. بودن بزرگان اندیشه های شوروی سابق که میگفت اصلا برای ما مهم نیست طرف کیه، فقط ببینیم مال کدوم طبقه است، اگر مال طبقه پرولتاریاست او خوبه با ماست، اما طبقهش متفاوته باید بذاریمش کنار. آلمان نازی رژیم دینی نبود اما یه ایدئولوژی داشت، حکومتش حکومت تروره، وحشت. نویسنده اینه حق نداره بر علیه رژیم حرف بزنه، گروه های اجتماعی حق ندارن قرائت دیگه ای داشته باشه، اما رژیم دینی نیست. ایتالیای فاشیست در زمان موسولینی یک حکومت تروره، این تعبیری است که آقای تیسماننو به کار میبره. حکومت پیامبر اسلام حکومت تروره، حکومت علی ابن ابی طالب، حالا ما میخونیم اسناد دیگر رو، حکومت تروره. رژیم گذشته ما هم حکومت ترور، روشنفکر، نخبه، هر کسی مطلب مینوشت بلافاصله بگیریدش، فقط چیزی بگید که من دوست دارم، تا جایی قدم بزنید که ما محدودتون میکنیم. حالا شدت و ضعف داره ها، رژیم ها توتالیتر هستن که جنبه های ترور تا امور شخصی افراد هم کشیده میشه. پس حداقل های رژیم های وحشت یا رژیم های ترور استبداده، حد اکثرش رژیم های توتالیتره، جمهوری اسلامی یکی از اوناست، چون ایدئولوژیش میخواد همه افراد رو در همه جنبه ها کنترل بکنه. شما حتی یک لباس ساده میخواید بپوشید در وحشت به سر میبرید که من از خونه دارم میرم بیرون، نکنه مامور منو بگیر. شما تو خونتون میخواید یه ماهواره‌ای داشته باشید میترسید، نکنه اون همسایه بره گزارش بده. روی پشت بامتون میخواید یه دیش ماهواره داشته باشید میترسید. اون حکومت ترور یعنی هم دیگه روشن فکر و نخبگان و نویسندگان که جای خودش دیدید. اخیراً اسنادی هم آمد بیرون که همین رژیم میره کنترل بکنه ورزشکاران رو، اینا با کی ارتباط دارن، کجا میرن، چرا؟ چون میخواد سایه خودش رو بر زندگی افراد حاکم کنه. ما به اینا میگیم رژیم ترور. از فرقی نمیکنه دینی یا غیر دینی، آخوندی یا شاهی، فرق نمیکنه. هر رژیمی که مبناش استبداده بستر ترور ایجاد میشه، بستر وحشت ایجاد میشه، حالا برای طیف خاصی، حالا رژیم های توتالیته طبیعتا برای طیف بسیار بسیار گسترده از مرد. خب علی ابن ابی طالب اینجا شروع میکنه به اینکه ما سعی بکنیم فضا رو به نحوی آماده بکنیم که کسی حق مخالفت با ما رو نداشته باشه و در برابرش بیستیم. خب آیا میشم چی کاری کرد؟ میبینیم نه، بودن کسانی که در برابر او مخالفت. زمانی که علی میخواد حمله بکنه به طرف صفین، یکی از کسانی که با او مخالفت میکنه یک شخصی است از بنی فزاره به نام عربده ابن ربیعه. من از ابن عصام کوفی بخونم، شما وضعیت این مرد رو ببینید که کار به کجا کشیده میشه و بعد اسناد دیگر رو هم ارائه خواهیم کرد. خب امیر المؤمنین مردمان کوفه را بخواند تا در مسجد جامع حاضر آمدند، ایشان را پندهای نیکو داد و در رفتن به جانب شام ترغیب می نمود. در این اسنا مردی از قبیله فزاره نام او عربد برپا خواست و گفت ای پسر ابو طالب، میخواهی که ما را به شام بری و فرمایی که با برادران خود که در شامن جنگ کنی و ایشان را بکشیم، چنان که ما را به بصره آوردی تا با برادران خیشتن جنگ کردیم و ایشان را کشتیم، تا یک نوبت این کار را بیازمودیم. میگه یه بار این کار را کردیم،
اومدیم برادران خودمون رو در بصره کشتیم، دیگر نوبت خیشتن را فرا دست تو نخواهیم داد، دیگه اختیارمون از تو نمیدیم، تا هر چه خواهی با ما کنی. یعنی اعتراض کرد، تو بخوا ما این سیاست جنگ طلبانه تو رو دوست نداریم. اشتر یعنی مالک اشتر، همین آقا بانگ برو زد و گفت بگیرید این فاسق ملعون پرگوی را. بلافاصله فاصله شروع شد در همون مسجد. کسی که به سیاست های شما اندکی خلل وارد میکنه ملعون و فاسقه. یعنی امروز شما برید در جمهوری اسلامی بگید آقا این جنگ طلبی منطقه شما چیه؟ چرا میخواید با اسرائیل بجنگید؟ چرا میخواید با امریکا بجنگید؟ چرا با اون کشور جنگ دارید؟ ما این سیاست های شما رو قبول ندادیم. 8 سال ما رو بردید، با عراقی ها جنگیدیم، آخرش هم خسارت بود. الان دوباره میخواید ما رو ببرید با اسرائیل بجنگید؟ با امریکا بجنگید؟ بلا فاصله اون رو میگیرن. دیدی؟ یکی مقاله‌ای بنویسه، توییتی بزنه، بعد عده آخوند نواندیش و افراد صفیحی که آگاهی از تاریخ اسلام ندارن میان میگن آقا کجا حکومت علی ابن ابی طالب این گونه بوده؟ بفهم. پیشنهادم عرض کردم هر کاری در جمهوری اسلامی انجام میشه شما به من بگید، من آدرسش از صدر اسلام به شما بدم. طلب به سیاست ها معترضه. مالک اشتر بلند میشه بگه این فاسق ملعون کیه، برید بگیریدش. آن مرد بگریخت و مردمان بر عقب او بدویدند تا او را در بازار اسب فروشان بگرفتند، آنقدر زدند که بر جای بمرد. این جعب گوف است، حکومت ترور که عرض میکنم ایناست. در صفحه 453 نصر ابن مزاحم منقری، چون اهمیت داره من از چند سند میخونم، تو دوستان شیعه ما خیلی اهل سند هستن، اما چیزایی رو که از منبر یاد میگیرن چندان بهش اهتمامی نده. خب علی بر فراز منبر به خطبه ایستاد، نخست به سپاس و ستایش خدا پرداخت و گفت پیش به سوی دشمنان سنت ها. میخواد مردم رو جذب کنه که بریم به شام. اولین کاری که میکنه میخواد نسبت کفر بده، بگه آقا ما داریم نمیریم برادران خودمونو که مسلمان و مؤمن هستند از بین ببریم، میخواییم بریم با کفر بجنگیم. پیش به سوی دشمنان سنت ها و قرآن، پیش به سوی بازمانده احزاب، همین تعابیری که خمینی به کار میبرد، بس اینا بسیا اینطوری هست، صدام اینطوریه، عراقی ها اینطوری، همه کافرن، آل سعود اینطوری هست. زمینه های ذهنی است برای اینکه آماده بکنه جوانان مردم و گروه ها رو برای جنگیدن، کشتن و کشته شدن. قاتلان مهاجران و انصار. بعد ادامه میده نصر ابن مزاحم که بعد از که خطبه رو خواند، مردی از بنی فزاره که او را عربد می‌خواندند برخاست و گفت آیا می‌خواهی ما را بر سر برادران خیش مردم شام بتازانی که آنان را به خاطر تو بکشیم، همان گونه که ما را بر سر برادرانمان مردم بصره راندی و ایشان را کشتیم؟ هان به خدا که ما دیگر چنان نکنیم. پس اشتر برخاست و گفت ای مردم، به راستی این کیست؟ مرد فزاری گریخت و مردم سر در پی او نهادند و در بازار مال فروشان به چنگش آوردند و چندان مشت و لگد و پاشنه نیام شمشیر کوفتندش که بمرد. بعد میگه اشتر آمد و به علی چی گفت؟ ای امیر مؤمنان، آنچه دیدی، یعنی این اعتراضی که شما دیدی از سوی نفر، گامت را سست نکند و آنچه از زبان آن تیره بخت خائن شنیدی تو را از یاوری ما به خیش نومی نسازد. در صفحه
34 کتاب وقعت و سفین نصر ابن مزاحم بن غری. آقای مکارم شیرازی رو هم همین مسئله رو آورده. چند منبع بخونیم. در کتاب سفین، ایشون هم همین نقل رو از کتاب سفین نصر ابن مزاحم آورده. بعد چند خطی رو بخونیم و بعد برگردیم سر مورد دوم. هنگامی که امام این سخن، یعنی خطبه 212 نهج البلاغه را بیان فرمود، مردی از طایفه بنی فزاره برخاست و جسورانه به امام خطاب کرد که تو میخواهی ما را با این سخن برای جنگ با شامیان بسیج کنی و برادران خود را در آنجا به قتل برسانی، همان گونه که ما را در بصره بردی و برادران خیش را در جنگ جمل کشتیم؟ هرگز این کار را نخواهیم کرد. مالک اشتر خشمگین شد و برخاست و گفت ای مردم، او را دستگیر کنی. آن مرد فرار کرد و گروهی به دنبال او برای دستگیر ساختنش حرکت کردند. او به محلی از بازار پناهنده شد که جای فروش اسب‌ها بود. سرانجام مردم او را زیر پاهای خود له کرد. جلد هشتم کتاب پیام امیرالمومنین در صفحه 187 نوشته. حالا چرا با این تعدد منابع من اینها رو میخونم؟ برای اینکه نشان بدیم این وقایع تاریخی وقایعی نیستن که یکی از مورخان رو آورده باشه و سلیمانی امیری بخواد از همون یک نقل قول استفاده بکنه، بلکه منابع متعدد از متقدم و متأخر دارن بر سر این مسئله سخن میگن و شما این فضا رو وقتی بتونید متوجه بشید خیلی راحته که بدانید منابع متعددی این مسئله رو اشاره کردن. آقای رسول جعفریان هم در کتاب خودش به همین مسئله اشاره میکنه، اما یه قیدی میاره که خیلی اهمیت داره، یعنی همین داستان عربد رو میاره، افراد دیگری حالا که من خواهم خوان میاره و بعد به یه مسئله اشاره میکنه. دقت کنید، فضای کوفه در این زمان به قدری مناسب بود که کسی جرأت مخالفت و یا حتی اظهار دیدگاه مخالفی را نداشت. یعنی از نظر آخوندی مثل رسول جعفریان که دکتر هم هست، ظاهرا استاد دانشگاه هم هست در تهران، تألیفات زیادی هم در زمینه تاریخ اسلام نوشته، فضایی که از سرکوب مخالفان ایجاد شده میگه چقدر مناسب این فضا. این تفکر این هاست نزد اهل استبداد، فضایی که تضارب آرا باشه، گفتگوهای متعدد شکل بگیره، خطرناک. دیدید بارها ما این بحثا رو کردیم، میگن آقا شما فرانسه رو نگاه بکنید، هر روز اعتصابی میشه، اعتراضی میشه، مردم بابت هر چیزی به خیابان ها میان. دموکراسی یعنی همین، این اختشاش رو میخواد، تو مجلس بحث ها بشه، تو سر و کله هم بزنن نمایندگان، دانشجویان به خیابان ها بیان. دموکراسی یعنی همین دیگه، هرج و مرج. کجا خوبه؟ کشوری که در اون مجلسش هیچ دعوایی رخ نمیده، همه هر چی که گفتن اون رئیس بالا گفت، همه میگن چش. در جامعه هیچ کس حق اعتراض نداره، چون همه همون چیزی رو می نویسن که دستگاه امنیتی می خواد. هیچ کس حق اعتصاب نداره، چرا؟ چون سندیکاها در اختیار حاکمیته. سندیکای مستقل وجود نداره، اصناف مستقل وجود نداره که بگن اینجا حقوقمون از بین رفت، حالا دست به اعتصاب بزنیم که حکومت حقوق ما رو بده. در رژیم های استبدادی دولت همه کار میکنه، حکومت تصمیم میگیره، حزب بسازه، یکی دو تا حزب میسازه، میده دست نزدیکان خودش، مردم و ملیون و رستاخیز و حزب الله و اینا رو دیدید میسازه، هیچ دعوایی هم نیست، همه بله قربانگو هم. بعد میگن ما حزب داریم. بعد بیان حسابی که در اروپا و امریکا هستن که حزب نیستن، صبح تا شب در حال درگیری و دعوا، چون اصلا نفهمیدن دموکراسی یعنی چی.
همین دلیلی که دموکراسی حاکمان استبداد و عمله هاش رو میترسونه، چون تضارب آرا میده. قدرت نمایی های قانونی اجتماعی رخ میده، احزاب با هم بگو مگو میکنن، رسانه هاشون با هم میجنگن با منطق و استدلال، بعد این مردم هستن که انتخاب میکنن. استبداد و عمله هاش دوست ندارن. فضای مناسب آقای جعفریان یعنی کسی حق اعتراض نداشته باشه. علی گفته بریم بجنگیم، همه باید بگن چشم. علی بگه صلح میخوام، همه میگن چشم. عمله هاش هم اینا رو تئوریزه میکنن، اگه جنگ حقه، اگه صلح حقه. و همینا مشکل ایجاد کرد در کوفه. یعنی کسانی که با همین شعارهای علی به صفین رفتن، بعدن به ایشون گفتن که میره مؤمنان، شما که تا دیروز میگفتی اینا کافرن، اینا مشرکن، باید بریم با اونا بجنگیم. خب رفتیم جنگیدیم دیگه، چرا حکمیت رو قبول کردی؟ تا آخرین لحظه باید بجنگیم دیگه. حکمیت یعنی پذیرش طرف مقابل. اگه ما با کفار بتونیم معاهده ببندیم، تازه این هم خونهایی که ریخته شد در صفین. بعد آمدن به طرف حسن. خب حسن میاد صلح میکنه، حسین میره با همون آقا و پسرش میجنگه. خب این تعارضات در درون دستگاه فکری مردم رو متنبه و متوجه میکنه که آقا اینا یه چشون مشکل داره، با هم سازگاری نداره. بنابراین وقتی صحبت از دموکراسی میشه و ایده مخالفت میکنن با دموکراسی، مقصودشون همین است که ما یه جامعه‌ای داشته باشیم، یه رهبری داریم، او حرف میزنه، هیچ کس هم اعتراض نمیکنه. در درون فرقه های اپوزیسیون هم شما الان همین میبینید. خطرناکترین بخش اپوزیسیون جایی است که یکی حرف میزنه، دیگران حق اعتراض به او رو ندارن، اصلا در خودشون نمیبینن اعتراض کنن. شما به نگاه بکنید مجاهدین خلق رو نگاه، وقتی خواهر مریم یه چیزی گفت، بقیه همه میگن چشم. اگه کسی حق اعتراض داره، تا اعتراض بکنه میگن آقا این منافقه، این مسئله داره، این باید زیر نظر بگیریمش، با کی ارتباط داره. سرشو بذاره پایین و بره، میگن آقا این بریده مزدور. این تفکر اون دستگاه معیوب فکریست. یه بخش دیگر هم داریم، هیچ کس جرأت نداره به شاهزاده حرف بزن، صد خطا داره، هیچ کس جرأت نداره سوال کنه، بگه آقا این برنامه ها چی شد، وکالتی که گرفتی کجا رفت، پولی که برای صندوق اعتصابات گرفتی کجا رفت، کسی جرأت نداره. در درون این دستگاه فکریه که استبداد به وجود میاد. اگه کسی نتونه من سلیمانی رو نقد کنه، یقه منو بگیره، خطر از همونجا آغاز شده، فردا همین سلیمانی ادعای خدایی خواهد کرد. در جمهوری اسلامی شما برو نگاه بکنید، کسی جرأت داره حرف بزنه؟ اگه اندکی هم حرف بزنه میذارن زندان، میگیرنش، چون تمایل ریشه های استبدادی بر سر همین مسئله است. اگر دیدید که آقای جلو منتقدانش نشست، نگید اون شخصیت دموکراتی است، نه، دموکرات یعنی که آقا من میام میشینم، 10 تا منتقد من بیام به شدیدترین وجه از من سوال بکنن، انتقاد بکنن. شما دیدید تا الان رؤسای این فرقه ها بشینن جلوی منتقد، یه صحبتی میکنن، بقیه اون پایین کف میزن، دست میزن. نطفه های استبداد در اینجاست. نگاه نکنید کسی خیلی خوب صحبت میکنه، من دموکراسی میخواهم، سکولاریسم، اینا همه شعاره. نهج البلاغه رو بخونید. یک روز بحثی میکردیم با این آخوندها، یکی از این بزرگواران اشاره کرده بود که آقای سلیمانی شما نهج البلاغه رو خواندید؟ گفتم بله. گفت این کلام مولا علی چیست مثلا به این زیبایی؟ گفتم بله، بسیار هم عالی است. اما کلام تا عمل دو مسئله جداست. گفتم شما شرح نهج البلاغه رو هم خواندید؟ اون بزرگوار گفت که نه خیر.
مال ابن ابی الحدید رو نخوند. گفتم بخونید. یک فصلی داره ابن ابی الحدید در باب بلاغت، داستان رو تعریف میکنه، خیلی جالبه. میگه حسن بصری در بصره نشسته بود، حجاج ابن یوسف ثقفی بالا بود رو منبر، شعبی یه تعبیر جالبی بود، میگه اگر همه نهله های فکری، همه ادیان خبیسترین آدم خودشون رو بیارن، یعنی مثلا یهودی ها، مسیحی ها، فرقه های مختلف، و ما حجاج ابن یوسف ثقفی رو ببریم، از همه برنده، از همه بالاتری، بر همه پیروز میشه. درسته؟ این تعبیر شعبی در مورد حجاج ابن یوسف ثقفی. زمانی در مسجد بصره این آقا داشت صحبت میکرد که ابن ابی‌الحدید آورده این رو در کتاب 20 جلدی خودش شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید، این مسئله آمد. وقتی داشت سخنرانی میکرد، حسن بصری اون پایین میگفت ببینید این آدم مثل پیامبران سخن میگه، چقدر زیبا و رحمانی صحبت میکنه، اما وقتی از منبر آمد پایین شمشیرش خون میچکه. نهج البلاغه رو بخونید، بله، اما این شرح نهج البلاغه هم که ما داریم میگیم رو بخونید. کسانی که وقتی می نشینن دموکراتیک صحبت میکنن، آزادی خواهن، ما عملشون نشان میده که اونها دموکراتیک نیست، عملشون نشون میده که چه اندازه به آزادی اهمیت میده، به کرامت انسانی، به حقوق بشر. سالهاست فریب شعارها رو خوردیم، یادمون رفته اعمال افراد چگونه است. دوروبر افراد رو نگاه نکردیم، خواستگاه و ایدئولوژیش رو نگاه نکردیم. اونهایی که زیر درخت سیب تو نوفل شاتون نشسته بودن میگفتن آقا بفهم امام داریم، نگاه کنید ایشون میگه جمهوری میخوایم این فرانسه، حقوق بشر در کشور ما، زنان آزادن، کمونیست ها آزادن، همه آزادن. ما کسی که توجه نکرد این بود که همین خمینی مشروعیت خودش رو از همین کتاب هایی گرفته که در اون قتل مرتدان و کفار و منافقان و اهل بغی و اینا همه به رسمیت شناخته شده، و کسی ازش سوال نکرد. آقای سید روح الله، تو که آخوندی، تو که مرجع تقلیدی، تو که مشروعیتت رو از این کتاب ها گرفتی، با اینا مخالفی یا نه؟ آیا قبول داری علی خطا کرده یا نه؟ اونجاست که مشخص میشه این آدم داره به درستی صحبت میکنه. و بعد برمیگرده به شما، ملت چی میگه؟ میگه خدعه کردی. چون خدعه هم در اندیشه های نارسمیت الحرب خود کلام علیست، میگه تقیه کردیم، چون تقیه هم در درون مذهب اینها نه دهم دینه، روایت هاییست که از امام صادق بگیرید به بعد تئوریزه شده. یعنی شما میتونید به من بگید سلیمانی مسلمانی؟ بگم که نه خیر، بعدن گردن تو بزنم. یکی بگه خب آقا تو گفتی مسلمان نیستم، من اومدم جلوی تو اظهار این کردم که آقا بیایم این کار رو بکنیم. یه بله، ولی تقیه کردی، خدعه کردی. خب شما با کسی که تقیه و خدعه در درونش از اون ایدئولوژی داره بار ارزشی مثبت شده، میتونید اعتماد کنی مملکت بدید دستش؟ میشه با اون پیمان و قرار داد بست؟ کسی که اساس اندیشش تقیه خود است. و بعد ما ملت فریب میخوریم، میگیم چرا فریب خوردیم، چرا انقلاب ما رو بردن، چرا گروه های دیگر ما رو که زحمت کشیدن سر بریدن؟ چون شما پای قرارداد با کسی رو امضا کردیم که نمیدونستید در ذهنیتش تمام این جنایت ها به رسمیت شناخته شده. طرف میگه من دموکراسی دوست دارم. این خب مبانی مشروعیتت که دموکراتیک نیست، یا اندیشه موروثی است، حاضری او رو نفی بکنی؟ میگه نه، من به اون قسمی که قبلا خوردم در مصر پایبندم. این یعنی ریاکاری.
این یعنی تزویر، یعنی همون برا میخوام همین برا میخوام، من صادق نمیخوام باشم باشون. نواندیشان دینی، هم عقلگرا هم دینگرا، هر وقت یه امری رو میخوای بسنجی میاد عقل رو میذاره بس، بعد میگه خب این عقل که میگه علی، میگه نه اون جنبه دینیش هم باید در نظر بگیریم دیگه، اون مولا علی و اینها به هر حال آدمای محترم. عزیز من نمیشه یک بام و دو هوا، نمیشه. و ما متاسفانه در این فضا وقتی شما با انسانهای ریاکار روبرو هستید فریب خواهید، انسانی که صادق نیست با خودش. فضای فکری دوران علی رو شما دارید میبینید. آقای رسول جعفریان میگه چه فضای مناسبی است. الهی ادامه بدیم این بحث رو تا دو سه دقیقه کم که انتهای برنامه است. فضای کوفه در این زمان به قدری مناسب بود، حالا ما شواهد دیگر هم خواهیم آورد، ما عربد ابن ربیعه یکی از اونهاست، ما میرسیم به حنظلت ابن ربیع، میرسیم به جریر ابن عبدالله وجلی و افراد دیگری که حالا به مرور خواهیم. فضای کوفه در این زمان به قدری مناسب بود که کسی جرأت مخالفت و یا حتی اظهار دیدگاه مخالفی را نداشت. برای بسیاری از قبایل ننگ بود که کسانی از آنان موضع اعتزال داشته باشند. یعنی کار به نحوی شده بود که حتی قبایل دیگه نمیتونست بیطرف هم باشن، حتی چون بیطرفی هم یک نوع انگه. شما در نظام‌هایی که نظام‌های ترور یا وحشت هستن نمیشه بیطرف باشی. پسرت اگر برخلاف حکومت کرد شما نمیتونی بگی آقا ربطی به من نداره، باید رو تحویل بدی. از جمله افرادی که این دیدگاه را مطرح کرد حنظلت ابن ربیع بود که حالا ما بعدا داستانش رو میخونیم که چگونه یاران علی زن و بچه او را هم گروگان گرفت، مثل داستان علی دایی که زن و بچه‌ش رو گروگان گرفتن. افراد طایفه او به قدری وی را تحت فشار قرار دادند که شبانه به طرف معاویه گریخت گرچه در جنگ شرکت نکرد. اینا شرح مفصلی است از یک حکومت ترور که در آینده با مصادیق بیشتری سعی خواهیم کرد مواردی از اون رو ذکر بکنیم تا مانعی باشه برای تبلیغات نادرست روحانیت و گروه های مختلف، که ما حداقل تاوان این مشکلاتی که امروز داریم میدیم رو در آینده ندیم. سپاسگزارم از تلویزیون پارس و جناب شهرتی عزیز تا برنامه دیگر که در خدمت شما باشیم. امیدواریم تا 15 جلسه به اتمام برسونیم. موفق باشید. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند، بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی